سلام بینندگان عزیز با در یک نگاه در خدمت شما هستم رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور گفت در ماهای اخیر ما شاهد بوده ایم که ایرانیان پر افتخار صدای خود را در مقابل حاکمان سرکوبگر بلند کردند دونالد ترامپ افزود اقتصاد ایران به دلیل تحریم های سنگین وضعیت وخیمی پیدا کرده است رئیس جمهور آمریکا گفت رژیم ایران باید تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را کنار بگذارد و وحشت پراکنی کشتن و ویرانی را متوقف کند دونالد ترامپ افزود قاسم سلیمانی بیرحمترین جلاد رژیم ایران به عنوان تروریست اول جهان مرگ بیشماری مرد زن و بچه را سازماندهی کرد ارتش آمریکا در یک حمله سلیمانی را کشت و به حکومت وحشت او برای همیشه پایان داد The terrorist responsible for killing Sergeant Hake was Qasem Soleimani, who provided the deadly roadside bomb that took Chris's life. Soleimani was the Iranian regime's most ruthless butcher, a monster who murdered or wounded thousands of American service members in Iraq. As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women, and children. He directed the December assault. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در یک ماه گذشته 16 دلار و 40 سنت کاهش یافت و از 60 دلار و 63 سنت به ازای هر بشکه به 44 دلار و 23 سنت در پایان معاملات روز دوشنبه روز دوشنبه در بازار جهانی نفت رسید. به گزارش یورونیوز افت 27 درصدی قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در شرایطی است که در همین مدت نرخ هر بشکه نفت پایه برند کمتر از 21 درصد کاهش یافته و قیمت سبد نفتی اوپک نیز حدود 18 درصد پایین آمده است. کارکنان اخراجی مؤسسه وحدت در مشهد روز سهشنبه در مقابل دفتر این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار مطالبات خود شدند و گفتند وعد و وعید بس است ما گرسنه‌ایم. جمعی از عکاسان تهران روز سهشنبه در اعتراض به گرفتن عکس پرسنلی در ارگان های حکومتی از جمله نیروی انتظامی در مقابل وزارت صنعت رژیم تجمع کردند معترضان گفتند این اقدام رژیم آخوندی منجر به نابودی سنف عکاسان با حدود نیم میلیون نفر شاغل شده است تجمع کنندگان با خود بنرها و هایی داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود دولتیها خصولتیها دستتان را از جیب سنف عکاسان خارج نمایید معیشت عکاسان نابوده استرالون استیونسون همه هم, هم کارزار تغییر برای ایران طی مقاله‌ای در یونایتد پرس از جمله نوشت در قیام سراسری نوامبر گذشته که در آن میلیون تن در سراسر ایران به خیابان هاریختند، ریختند اکنون به طور موقت فروکش کرده است اعتراضات پراکنده همچنان ادامه دارد چرا که هزاران تن سوگوار اعضای خانواده هستند که توسط سپاه پاسداران گشتاپوی رژیم فاشیستی به قطع رسیدن ایران شبیه یک بشکه باروت است کوچکترین جرقه باعث شعله شدن انقلاب خواهد شد که رژیم آخوندی را از حاکمیت به زیر خواهد کشید و آزادی را به 80 میلیون شهروند ایرانی خشمناک باز خواهد گرداند دوی سوانسون، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت از اول دسامبر 11 آذر تا کنون حدود 520 هزار نفر از خانهای خود آواره شدند که 80 درصد آنان زنان و کودکان هستند سازمان بهداشت جهانی ابراز نگرانی کرد که شرایط وخیم در شمال سوریه وضعیت را برای شیوع بیماری ها فراهم ساخته است تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین به بیش از 490 تن افزایش یافت. آمار مبتلایان این بیماری در سراسر سر جهان نیز به 24505 تن رسیده است. دست کم 25 کشور در جهان مواردی از ابتلا به این ویروس را گزارش دادند که این امر کشورهای مختلف جهان را به اعمال تدابیر حفاظتی و صدور هشدارهای مسافرتی با امید محدود کردن دامنه شیوع این بیماری وادار ساخته است. این در حالی است که اعضای مجلس ارتجاع و رسانه های حکومتی اعتراف کردند پروازها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به چین و بالعکس ادامه دارد با سپاس از همراهیتون از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید خدا نگهدار